در این روز عزیز از خیرین سراسر کشور، خیرینی که در حوزه فعالیت‌های پزشکی تلاش دارند و خاصه خیر بزرگواری که در شهرستان بابل یک حماسه آفرین و خب 10 دستگاه آمبولانس، 15 دستگاه وایفای آمبولانس، 10 آمبولانس و خیلی از کارهای دیگه‌ای که در این مدت کوتاه انجام شده بسیار ارزشمند، ستودنی و در پیشگاه خداوند حتما معذور خواهد بود. قرآن می‌فرماید و شعار ما اورژانسیا هست، من احیاها بکنم احیا نیست جمیع، هر کسی جان کسی رو نجات بده کنده حال جان همه مردمان رو نجات بده. اهمیت اورژانس، تلاش اورژانس و کار اورژانس بر کسی پوشیده نیست. تشکر بکنم از دوستان و عزیزانی که به هر حال به عنوان نماینده خیر بزرگ در این شهرستان حضور دارن. ما چند جلسه رو خدمتشون بودیم. کار بزرگی که در پیش دارن و نگاه کشوری که این بزرگوار داره و محرومیت ها و محرومیت هایی که در کشور وجود داره، این نگاه بلند خیر ستودنی است که انشاءالله بتوانیم با همکاری هم این 1000 دستگاه آمبولانسی که واقعا بسیار ضروری است و ما از فرسودگی ناوگان آمبولانسی در رنج هستیم، در استانهای ما، دانشگاه‌های ما در رنج هستن، انشاءالله بتونیم به کمک هم مجلس شورای اسلامی، هم دولت محترم، همه عزیزانی که به هر حال میتوانند و دستی بر آتش دارند و میتونند تسهیل بکنند. خوشبختانه این مجوز از دولت گرفته شده که انشاءالله ما بحث عوارض گمرکی، بحث ارزش افزوده رو برای خیرین معافیت گرفتیم. الان خیرین دیگه هم در حوزه اورژانس ورود پیدا کردن، متوجه شدن مشکلات اورژانس، متوجه شدن ارزش کار اورژانس و این حضور خیرین رو ما عرض بدن و برای سلامتی اونها، برای توفیق اونها، برای انشاءالله پربار شدن کسب و کارشون هم دعا میکنیم و انشاءالله این قدم ها حتما در پیش خدا محجور خواهد بود و حتما خداوند هم ارزش افسوده فراوانی رو برای اونها فراهم کنیم.